از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جمشیدی سلام و عرض ادب. آقای جمشیدی، با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و تعداد بالای افراد با تجرد قطعی، چه راهکارهایی برای مدیریت این چالش ها و تأمین نیازهای آینده این گروه ها وجود داره؟ بفرمایید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت بیننده های محترم شما. ممنون. بفرمایید، مردم زندگی که میکنن بر اساس همون سیستم اقتصادی که میگن به صرف و هزینه هست، یعنی میبایستی براشون صرف بکنه زندگی کردن یا بچه آوردن یا هر کاری. یعنی اگه من بخوام کاری انجام بدم، اگه برای من صرف نکنه چنین کاری نخواهم کرد، حتی تو حوزه اخلاق هم. الان دوستان ما میگن که زندگی اخلاقی سخته. چرا؟ چون زندگی اخلاقی خیلی پرهزینه هست. یعنی شما اگه بخوای یک عمل اخلاقی انجام بدی، هزینه‌اش خیلی میره بالا. حالا من میخوام بگم نه زندگی اخلاقی، هم زندگی معمولی هم الان پرهزینه است. من نمیدونم در بقیه کشورهای اسلامی وضعیت چجوره، ولی در کشور خودمون من میدونم. ناگهان کشورهای مثل ایران، مثل اسرائیل، مثل عراق، مثل افغانستان، این کشورها بیشتر متمرکزن بر سیستم دفاعی خودشون، بر سیستم امنیتی خودشون. هزینه میکنن برای موشک و برای سنگر و نمیدونم برای هواپیمای جنگی و فلان از حرفا. خیلی دغدغه‌شون دغدغه مردم نیست که مردم چه زندگی میخوان بکنن. صد هزینه ها رفته بالا، هزینه های زندگی خیلی رفته بالا. خب طرف میخواد بره داماد بشه، طرف میخواد بره زن بگیره، بره هزینه خود زن مونده تا چه برسه بره هزینه مثلا فرض کنید که بچه هاش. خب بعضی از دوستان میگن که ما میخوام بچه هامون رو ثبت نام بکنیم، 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون هزینه ثبت نام بچه تو مدارس ابتدایی هست. خب مدارس دولتی هم که خب معلوم نیست که پاسخگو باشن، جواب بدن یا جواب ندن. اگر ما بخوایم یعنی بریم به سمت تولید نسل، میبایستی تولید نسل برای کسانی که میخوان بچه بیارن سود داشته باشه، امتیاز داشته باشه، یعنی یک چیزی داشته باشه که به سمتش برن. وقتی که طرف میره بچه میاره و بچهش خودش یک آسیب هست، یک مشکل هست، یک معضل هست براش، یعنی پدران ما، مادران ما میگفتن بچه بیاریم تا ما احساس آرامش بکنیم، ما از زندگی لذت ببریم. ممکنه من از دیدن نوه‌ام لذت ببرم، ولی که نوه من از دیدن بچه خودش لذت نمیبره. چرا؟ اعصابش خرد میشه، هزینه هاش هست، خیلی چیزای دیگه که ما در کنارش داریم. لذا من احساس میکنم با توجه به افزایش هزینه ها در زندگی که ما الان داریم و نابسامانی که ما داریم به لحاظ اقتصادی، این نمیتونه هیچ کمک ما بکنه مگر اینکه وضعیت معیشت مردم رو بهبود ببخشیم. طبیعیه وقتی که زندگی مردم بهبود پیدا بکنه سراغ ازدواج میرن. سراغ ازدواج میرن، لازمه زندگی و ازدواج بقای نسله. خب بقای نسل هم با تولید نسل ایجاد میشه. لذا من فکر میکنم این رو بایستی حتما مسئولین مملکتی، نه کشور ایران بلکه تمامی کشورهای اسلامی، تو ذهنشون باشه که بحث سود آور کردن بچه رو برای خانواده تبیین کنن. یک بخش شرایط روحی هست، ولی که یک بخش عمدهش هزینه. بالاخره بچه تا موقع کوچیک شیر خوش میخواد، نمیدونم پوشک میخواد، چی میخواد، اینا هزینه هایی هست که خیلی از پسش بر نمیان. اگر میبینیم در بعضی از کشورهای اروپایی میگن که ما به شما امتیاز میدیم که شما برید حالا مثلا بچه بیارید، اینها در یک دوره بچه دار بودن چنان برایشون سخت بوده که صرف نمیکنه که الان برایشون بچه بگیرن. یک کار فرهنگی دراز مدتی میخواد. لذا من معتقدم یک کار دراز مدت فرهنگی باید انجام بشه و سطح زندگی ها رو به گونه ای دولت ها فراهم بکنن که برای مردم زندگی کردن و لذت بردن از زندگی همه اینها باشه و صرف بکنه تا بتونن بچه بیارن. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.